هم درد می کند. بله که مهره هایم را حس می کنم، حس می کنم چون که مثل گله های به هم چسبیده عمودی، بی این که مفصلی بینشان باشد من را آونگوار نگه داشتند. بله که خستم آقا، البته که از شما هم خسته ترم. کدام یک از شما می تواند ادعا کند که درد مرا می فهمد؟ بعد از این همه سال هنوز که بوی زخم گوش در مشامم پیچ می خورد، همچین یک جوری می شدم. و اگر می توانستم به جنبم، حتما همینجا سر پا می لرزیدم. بیچاره من، بیچاره تن من، تنی که نمی تواند حتی بلرزد. سکیهی باید خیلی عمر کنی تا بفهمی وقتی ارادت دست خودت نیست و دست عده دیگر است و خود خودت برای این زندگی بی خودی نمی توانی خودی نشان بدهی، چقدر قافیه را باخته ای. خب که چه، من بودم و هستم از همین قافیه باخته های صحنه معرکه، از همین ها که هیچ اختیاری از خودم نداشتم و ندارم. از روزی که مروارید قهر کرد حال روزم به اینجا کشیده شده. ببینید که هیچ اختیاری از خودم ندارم، ببینید که چقدر بیچارم، که قبل از مروارید و بعد از مروارید هم زندگیم بدبختی بود. البته این را دارم امروز میگویم، یک زمانی از همان دوره قبل از راضی بودم از این زندگی، اینطور هم نبود که نکنال کنم. البته هر بدبختی یک جنسی دارد، خب اینطور بگویم که هر بدبختی یک یادگاری دارد، یک چیزی که بهش وزن میدهد. به بدبختی وزن دارم فکر میکنم، بد جوری سنگین است. من در این تقسیم بندی بعد از قهر مروارید و قبل از قهر مروارید یک جورهای لنگ در هوا واماندم و هنوز هم نمیدانم بعد از قهر او چقدر از وضعیتم راضی ترم یا نیستم. آیا به این لنگ در هوایی و بالمعتلی نمیگویم؟ اینطوری که میگویم شاید متوجه نشوید. بعضی چیزها گفتن ندارد، خب بعضی چیزها را نمیشود گفت چون گفتنی نیستند. حرف من که اینطور توی دلم باد کرده از آن دست حرف هاست که رویش را ندارم بزنم، اما گفتنی باور کنید که گفتنی به شنیدنش میارزد. اما آن از دست مرواری ما به زندگی روزمره من عادت کرده بودیم، ما برای خودمان سرشناس شده بودیم. هنوز یادم نرفته که سر تسمه بنده چه دعواها که نبود، داشتم به آن شکل زندگی عادت می کردم، به بوی گوشت و صدای خورد شدن استخوان‌ها، به دیدن شتک زدن خون توی هوا، چشم‌های زنده ماهی‌های از کله جدا شده یک کف خیابان، خیابانی که خیس بود، سنگش خونی بود، با سطل آب نمک رویش را می شستند و مثل صحن جارو دیدش می کردم تا مردم راحت تر رفت آمد کنند. البته این کار را خود نامردش میکرد، منظورم همان عاشق دلخسته معروف بازار جناب بهمن خان است. تو بگو بهمن خان یک ذره چیزی دلش نبود، غرور نداشت، از هیچ چیز هم نمیترسید، به خصوص از حرف مردم. او با آن سر و شکل و شمایل و هیبت و هیکلش یک خود زد و ناغافل عاشق مروارید شد. ده 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 اصلا هنوز هم باورم نمی شود مگر مرد هم عاشق می شود از این عشقهای در یک نگاه. عاشق شد و من بدبخت بیچاره شدم.